برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا سازمان ملل 22 میلیون دلار به خانواده‌های ساکن اردوگاه‌های تحت نظارت کمیسریای عالی آوارگان وجه نقد پرداخت می‌کند. در این اردوگاه در استان دوهوک در کردستان عراق آوارگان سوری و عراقی برای دریافت کمک از نمایندگان سازمان ملل صف کشیدند. رشید حسین سخنگوی ارشد کمیسریای عالی آوارگان سازمان ملل در عراق میگوید دریافت پول نقد آوارگان تحت پوشش سازمان ملل را قادر می‌سازد تا برای خود ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی خریداری کنند. به هر آواره 240 هزار دینار عراقی معادل 200 دلار پرداخت می شود. پرداخت کمک ها از حدود 10 روز پیش آغاز شده و در تمام اردوگاه ها انجام خواهد گرفت. بیانیه کمیسریای آوارگان سازمان ملل حاکی است که 110 هزار خانواده با جمعیت 550 هزار نفر مشمول دریافت کمک های نقدی تشخیص داده شدند. سازمان ملل شمار آوارگان سوری در عراق را 247 هزار نفر اعلام کرده. 41 هزار آواره دیگر هم در عراق زندگی می کنند. علاوه بر اینها 1,400,000 عراقی منزل باخته هم به ناچار در کشور خود جابجا شدند. اکثر آنها در اردوگاه‌های آوارگان و در شرایط ناگوار زندگی می‌کنند. شرایطی که به خاطر آغاز همه‌گیری کووید 19 دشوارتر هم شده. مصطفی عدیل به زبان کردی می‌گوید 5 ماه است به این اردوگاه آمده ولی هنوز اوراق اقامت به او داده نشده. او می‌گوید برای آنها نه کار هست نه اجازه دارند از اردوگاه بیرون بروند. در عراق بیش از 1700 مورد ابتلا به کووید 19 ثبت شده، هرچند تاکنون در هیچ یک از اردوگاه‌های آوارگان مورد ابتلا به کووید 19 گزارش داده نشده.